حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنج شنبه اول بهمن با اعتراض به رد صلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات بدون حضور رقبای سیاسی و جناهای مختلف را زیر سؤال برد. آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود گفت اگر قرار است یک جناه در انتخابات حضور داشته باشد و یک نه، نه دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم؟ به گفته وی یک جناه سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود ده میلیون نفر میرسد در جریان تعیین صلاحیت ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده حالانکه قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوریها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است اصلاح طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می شوند در جریان تعیین صلاحیت ها برای نامزدی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت گسترده مواجه شدند به طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان 3000 نامزد اصلاح طلب تنها سی نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از شورای نگهبان در انتقاد از رد صلاحیت ها گفت چرا آدرس آدرس غلط به مردم می دهیم و فقط التزام به دو اصل را ملاک قرار می دهیم. میزان الحراره های انتخاباتی باید درست کار کند. در شرایط امروز منطقه سیاست پیچیده جهانی و معضلات پیشیده پیش روی کشور که اداره امور را سختتر از همیشه کرده است ما باید بهترین ها را به مجلس شورای اسلامی بفرستیم رئیس جمهوری ایران که سخنانش با تشویق حاضرین حمایت و تایید شد، گفت قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است اما اکنون آیا ما باید یک جناهی در کشور را که جمعیت خوب و هوادارانش به چیزی حدود 10 میلیون نفر میرسد نادیده بگیریم آیا باید قانون اساسی را این گونه تفسیر و اجرا کنیم رئیس جمهوری ایران گفت نکته مهم بعدی آن است که باید بدانیم اداره کشور متعلق و در اختیار مردم است. صاحب و ولی نعمت کشور و ما مردم هستند و هیچ مقامی در این کشور بدون رأی مستقیم و غیر مستقیم مردم مشروعیت ندارد. اگر این مهم را قبول داریم که البته هم همه قبول دارند و تصریح قانون اساسی نیز به این است پس باید بدانیم که کار بسیار بزرگی در پیش رو داریم حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت ها استفاده می کند، روز پنج شنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی بکنند. وی سپس گفت مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند بگذاریم همه مردم پای صندوق های رأی بیایند این اظهارات در حالی عنوان می شود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم با دعوت از همه مردم برای حضور در پای صندوق رأی گفته بود که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند. آقای خامنه ای اما چندی بعد حرف خود را اینگونه توضیح داد که کسانی که نظام را قبول ندارند فقط رأی بدهند نه اینکه به مجلس بروند این در حالی است که بسیاری از چهره های سیاسی که رد صلاحیت شدند تاکید دارند که معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند جز طیف اصلاح طلبان حدود پنجاه نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شدند از جمله علی متحری نماینده تهران که خود را اصولگرا می داند اما در سالهای گذشته منتقد ویژه برخورد حکومت ایران با معترضان سال 1388 و رهبران جنبش سبز بوده است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرده ایران خواستار تقابل با عربستان سعودی نیست و نیازی نیست عربستان به خاطر افزایش اخیر تنشها با ایران به وحشت بیفتد محمد جواد ظریف روز چهارشنبه سیوم دیماه و در حاشیه اجلاس جهانی داوس در سوئیس گفت در پی انتشار خبر تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان از او خواسته شد تا روابط ایران با عربستان را قطع کند ولی او این درخواست را رد کرد آقای ظریف توضیح نداد که چه فرد یا گروهی در آن زمان از او خواسته تا روابط ایران و عربستان را قطع کند وی تصریح کرد عربستان باید بداند که تقابل جویی به نفع هیچ کس نیست آقای ظریف سپس مقام های عربستان را مستقیما خطاب قرار داده و در مورد تنش های بین دو کشور گفت دوستان دلیلی ندارد به وحشت بیفتید ایران آماده همکاری با شماست ایران نمیخواهد کسی را در این منطقه به انزوا بکشاند سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شده که محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان با هدف میانجیگری میان ایران و عربستان به دو کشور سفر کرد یک روز پیش از این سخنان اعلام شد عباس اراقچی معاون وزیر امور خارجه ای ایران برای حضور در نشست فوقلاده سازمان همکاری اسلامی که به درخواست دولت عربستان برای رسیدگی به مسئله حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد برگزار می شود راهی جده شده است. وزیر امور خارجه ای ایران در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود به تحریم جدید آمریکا علیه ایران به خاطر آزمایش موشکی اشاره کرده و این اقدام را عجیب خواند. آقای ظریف گفت به نظر من عجیب است که ایالات متحده درباره برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی می کند زیرا این برنامه دفاعی است و هیچ یک از مقررات فعلی بین المللی را نقض نمی کند. آقای ظریف در مصاحبه‌ای که در این باره در داوس با خبرگزاری اسوسییتد پرس داشت آمریکا را متهم کرد که معتاد به اعمال فشار و اعمال تحریم است و گفت که این تحریم های جدید نشان می‌دهد که غلبه بر این اعتیاد برای ایالات متحده خیلی دشوار است وزیر امور خارجه ایران در این مصاحبه همچنین تصریح کرد با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای چشمانداز از سرگیری مناسبات دیپلماتیک بین ایران و آمریکا همچنان بسیار دور است. همزمان یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه سعودی گفت که سابقه ای ایران از زمان انقلابش در سال 1979 مملو از ایجاد فتنه، تنش و بحران در کشورهای منطقه با هدف برهم زدن امنیت و ثبات آنهاست. و در این مسیر همه قوانین، توافق نامه ها و معاهده های بین المللی و ارزش های اخلاقی را زیر پا گذاشته است. این مقام مسئول در وزارت امور خارجه عربستان گفت سیاست خارجی ایران بر پایه قانون اساسیش و همچنین وصیت آیت الله خمینی که بر ارزش صدور انقلاب تاکید میکند استوار است سیاستی که نقض صریح حاکمیت ملی کشورها و دخالت در امور داخلی آنها با نام حمایت از ملتهای مستضعف و مظلوم به شمار می آید تا از این راه اقدام به بسیج شبه نظامیان در عراق لبنان سوریه و یمن بکند و به طور مستمر از تروریسم حمایت کرده برای آن پناهگاهی امن در خاک خود فراهم آورد بنابراین گزارش وزارت امور خارجه سعودی برگی مستند از آنچه فعالیت های ستیز جویانه ایران در 35 سال اخیر نامیده را که با ارقام و تاریخ مستند شده تهیه و منتشر کرده است. در این گزارش وزارت امور خارجه عربستان در 58 بند نمونه های از اقدام های ایران که مورد انتقاد عربستان سعودی است شرح داده شده است. در این گزارش نتیجه گیری شده است که ایران اگر بخواهد زبان عقل و منطق حاکم شود باید ابتدا از خود شروع کرده و به تمام اقدام های خرابکارانه ویرانگر که مخالف با ارزش ها و کنوانسیون های بین است پایان دهد. به گفته حسین زلفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران حمله به سفارت عربستان از سوی سازمان و نهادی خاص یا پایگاه های بسیج سازماندهی نشده بود بلکه فردی در خارج از کشور لیدری ماجرا را بر عهده داشت که وی نیز دستگیر و به ایران منتقل شده و همکنون در حال بازجویی است آقای زلفقاری روز پنجشنبه اول بهمن در یک نشست خبری گفت در پاسخ به این پرسش که آیا کسانی که این کار را انجام داده سازماندهی شده اقدام به چنین عملی کردند باید بگوییم که بله این افراد سازماندهی شده آمدند معاون امنیتی وزارت کشور افسوده این افراد بیش از ده سال است که در کرج و تهران در زمینه امور خیریه و فعالیت‌های مذهبی فعالیت دارند آقای زلفقاری با بیان اینکه از مسئولان نیز عدهای دانسته من ندانسته از آنها حمایت کرده اند افزود از برخی اطلاعات و برنامه ریزی ها رو دست خوردیم ما حتی گفتیم تجمع جلوی سفارت را ممنوع کنید اما گفتند خیالتان راحت باشد اما ما گفتیم خیال ما راحت نیست به گفته آقای زلفقاری ادبه نماز خودشان را خواندند و کوکتل مولوتوف ها را آماده کردند و کسی آن سوی مرزها لیدر این افراد بوده و از طریق تلگرام ظهر آن روز دستوراتی را میدهد این مقام امنیتی ایران توضیح بیشتری درباره افراد و گروه های مورد اشاره خود نداد اما از آماده شدن گزارش تمام ابعاد حادثه برای ارائه به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد یک روز پیش از این سخنان علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی با توصیف حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران به عنوان کار بسیار بد و غلط که به ضرر اسلام و همه است گفته بود نباید به بهانه این اتفاق جوان مؤمن و حزب اللهی را متهم کرد عربستان سعودی روز شنبه دوازده دی شیخ نمر از رهبران شیعیان این کشور و متهم به اقدامات تروریستی را همراه با 46 نفر دیگر که اکثر آنها زندانیان سنی مذهب یا وابسته به القاعده بودند اعدام کرد پس از آن تعدادی از نیروهای لباس شخصی با حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد ساختمان این دو مکان دیپلماتیک را به آتش کشیدند به دنبال این واقع عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای عربی روابط خود را با ایران قطع کرده یا کاهش دادند شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این حادثه را به شدت محکوم کرد دولت جمهوری اسلامی نیز با ابراز تأسف از این مسئله بر تعهد خود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و شناسایی و مجازات عوامل حمله به سفارت و کنسولگری سعودی در ایران تأکید کرد. فرمانده نیروی هوایی بهرین تصریح کرده تلاش برای ساخت این سیستم دفاع موشکی برای رویارویی با توانایی های موشکی ایران مدتی به تعویق افتاده بود. مقام های آمریکایی و کشورهای عربی خلیج فارس گفتن اکنون زمان آن فرا رسیده تا کشورهای عرب یک اقدام مشترک در این زمینه داشته باشند. سرلشکر حمد که در حاشیه کنفرانس نیروی هوایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سخن می گفت به نگرانی این کشورها اشاره کرد و گفت با برداشته شدن تحریم ها و تحرک اقتصادی ایران این کشور هدفگیری موشک های خود را دقیق تر می کند. کشورهای عربی می گویند ایران در نقض قطعنامه سازمان ملل متحد در ماه اکتبر گذشته موشک بالستیک خود را آزمایش کرد که قادر به حمل کلاهک اتمی است. باراک ما رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است این آزمایش نقض تعهدات بین‌المللی ایران است. واشنگتن روز یکشنبه 27 دی ماه 11 شرکت و فرد را به خاطر کمک به برنامه موشکی ایران تحریم کرد. ساختن این سیستم دفاع موشکی بخشی از تفاهم کشورهای خلیج فارس و آمریکا در اجلاس ماه 2015 میان باراک اوباما و رهبران کشورهای عربی بوده است در پی این اجلاس اعلام شد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس متعهد به توسعه توان دفاعی خود در مقابل موشکهای بالستیک هستند و از جمله ساخت یک سیستم هشدار دهنده زود هنگام با تکنولوژی آمریکا ساخته خواهد شد آمریکا وعده داده است که همکاری های خود با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را سرعت بدهد و در هفته های آینده تیم های کارشناسان را به منطقه اعزام خواهد کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طی اطلاعیه ای اعلام کرده که مدیر شبکه تلویزیونی تریپل ای را دستگیر کرده است. بنابر این اطلاعیه فرد دستگیر شده با دو شبکه ماهواره دیگر نیز در ارتباط بوده است. این دو شبکه به ادعای سپاه پاسداران جم تیوی و بی بی سی فارسی هستند. شبکه تریپل ای ظاهرا یک پورتال تلویزیونی برای پخش شبکه های ماهواره ای است. در اطلاعیه سپاه پاسداران هیچ نامی از مدیر این شبکه و نحوه فعالیت این شبکه برده نشده است. اما عنوان شده است وی که اخیرا و با هدایت سرویس اطلاعات خارجی انگلستان در صدد فروش دو شبکه تلویزیونی در اختیار خود به بی بی سی فارسی بوده و همچنین ارتباطات کاری مهمی با شبکه جم تیوی داشته اقدامات گسترده ای در حوزه مسائل غیر اخلاقی و با هدف تخریب پایه های دینی و اخلاقی جوانان کشور را طراحی و اجرا می کرده است. سپاه پاسداران ایران در پایان اطلاعیه خود هشدار داده که هر گونه همکاری به هر نحو با شبکه های ماهواره خارج نشین از جمله تولید محصول، جذب و سفارش آگهی یا ارتباطات کاری ممنوع است و مورد پیگیری و برخورد جدی قرار خواهد گرفت. پیشتر سخنگوی وزارت ارشاد نیز هشدار داده بود که هر گونه همکاری با شبکه های ماهواره خارجی تخلف محسوب می شود و مطابق مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد. اخیرا تولید کنندگان ده فیلم سینمایی تنها به این دلیل که تیزر تبلیغاتی فیلم هایشان از شبکه های ماهوارهای پخش شده بود به دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه احضار شدند به رغم هشدارهای وزارت ارشاد و سپاه پاسداران استقبال از کانال های در ایران زیاد و اقبال عمومی به برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو به کاهش است در تحول دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر از گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان خواسته است تا به حملات عمدی خود به غیر نظامیان به سرعت پایان دهند. بیانیه ی سازمان دیدبان حقوق بشر یک روز پس از آن منتشر شده است که حمله انتحاری به مینیبوس حامل کارمندان تلویزیون طلوع هفت کشته و 25 زخمی بر جا گذاشت. طالبان مسئولیت حمله شامگاه چهارشنبه سی دی به مینیبوس کارکنان گروه رسانه موبی را بر گرفته است. در هنگام وقوع این حمله 32 نفر از کارمندان سوار این بوس بودند. در خبرنامه دیدبان حقوق بشر که روز پنج شنبه اول بهمن منتشر شده آمده است که حمله انتحاری به گروه موبی حاکی از قصاوتی هدفمند برای زیر سوال بردن آزادی رسانه ها در افغانستان بوده است. پتریشا گوسمن پژوهشگر ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در افغانستان گفت خبرنگاران و سایر غیر نظامیان را اهداف نظامی خواندن واقعیت را تغییر نمی دهد. حمله امدی به خبرنگاران و غیر نظامیان از مصادیق جرایم جنگی محسوب می شود. روز چهارشنبه زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار خبرنامه ای گفت این حمله به انتقام اتهامات دروغ تلویزیون طلوع علیه طالبان در جریان جنگ قندوز صورت گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت مهاجم انتحاری که سوار بر موتورسیکلت بود مینیبوس حامل کارمندان گروه رسانه موبی را هدف قرار داده است. گروه رسانه موبی صاحب امتیاز چند رسانه و نهادهای وابسته به آن در افغانستان است. شبکه های تلویزیونی طلوع، طلوع نیوز و لمر و رادیوی آرمان از جمله این رسانه ها هستند. این حادثه چند ماه پس از آن روی می دهد که گروه طالبان شبکه های تلویزیونی طلو و کانال یک افغانستان را متهم به عدم بیطرفی در پوشش خبرهای جنگ در قندوز کردند و دفاتر و کارمندان شبکه تلویزیونی طلو نیوز و شبکه تلویزیونی یک را به عنوان اهداف نظامی این گروه اعلام کرده بود. این دو شبکه خصوصی هستند. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرده حملات ارتش روسیه به ثبات بیشتر بشار اسد انجام و ممکن است مذاکرات برای پایان دادن به بحران آن کشور را با دشواری هایی روبرو کند ژنرال دانفورد روز چهارشنبه سیوم دیماه به خبرنگاران گفت دولت مرکزی سوریه پیشتر در موقعیت بدتری قرار داشت و الان در موقعیت بهتری قرار دارد آقای دانفورد که برای دیدار با دیگر فرماندهان نظامی پیمان آتلانتیک شمالی و بررسی شرایط جنگ در سوریه در بروکسل به سر میبرد در عین حال گفت این موضوع چیزی را برای ما تغییر نداده است رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا تصریح کرده به خاطر حملات هوایی روسیه اسد توانسته است مقدار کمی از مناطق خارج از کنترلش را به کنترل خود درآورد این حملات در برخی مناطق توانسته فشارها را بر ارتش سوریه کم کند فشارهایی که از سوی گروهی از شورشیان آن کشور از جمله آنهایی که مورد حمایت غرب هستند بر حکومت مرکزی وارد میشد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این حال تاکید کرده منافع ایالات متحده ایجاب می کند که عملیات خود را در سوریه جدا از عملیات و فعالیت های روسیه انجام دهد. آقای دانفورد گفت طی ماههای اخیر دو بار با همتای روس خود ژنرال والری گراسیموف در مورد موضوعات گسترده گفتگو کرده اما در سوریه هیچ کاری که نشان دهنده اقدامی هماهنگ با طرف روسی باشد انجام نخواهیم داد حملات هوایی روسیه در سوریه از سپتامبر سال گذشته میلادی آغاز شده است سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی که طی سیوم دی ماه منتشر کرد گفت طی این حملات 893 نفر از اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شدند اما این سازمان اضافه کرده بیش از هزار غیر نظامی نیز در میانه کشته شدگان حملات روسیه هستند در همین حال روز چهارشنبه سیوم دیماه جان کری و سرگی لاوروف وزیر خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر دیدار کردند هدف از این دیدار تلاش برای پیشبرد مذاکرات صلح در سوریه عنوان شده است انتظار میرود که گفتگوهایی میان دولت و مخالفان سوری در روز دوشنبه پنجم بهمن ماه در ژنو برگزار شود ایالات متحده میگوید در تلاش است تا این مذاکرات در زمان اعلام شده صورت گیرد اما استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفته است این احتمال وجود دارد که مذاکرات به تاخیر بیفتد در تحولی دیگر حاضران در نشست مخالفان سوری در ریاض نام اعضای تیم شرکت کننده در گفتگوهای صلح را اعلام کردند به گزارش سایت العربیه نام محمد علوش مسئول سیاسی گروه جیش الاسلام در لیست اعضای تیم دیده می شود. برخی منابع اعلام کردند که هیئت گفتگو کننده متشکل از مخالفان اسد شامل 17 عضو خواهد بود. ریاض هجاب هماهنگ کننده مخالفان سوری گفته است در صورتی که طرف سومی در گفتگوها دعوت شود تیم مذاکره کننده مخالفان در گفتگوها شرکت نخواهد کرد. آقای هجاب تاکید کرده روسیه در روند گفتگوها مانع ایجاد می کند. مخالفان اسد نمی توانند در حالی که سوری ها جانشان را به دلیل محاصر از دست می دهند مذاکره کنند. جیسون رضاییان خبرنگار آزاد شده واشنگتن پست روز چهارشنبه گفت که پس از آزادی همچنان قصد دارد درباره ایران و آمریکا بنویسد اما ابتدا نیازمند وقت گذراندن با خانواده برای بهبودی پس از تحمل هجده ما زندان است و همزمان امیر حکمتی هم از تلاش برای آزادی خود تشکر کرد جیسون رضاییان و امیر حکمتی جزو پنج نفری بودند که ایران روز شنبه در جریان مبادله زندانی با آمریکا آزاد کرد آقای رضاییان که به یک بیمارستان ارتش آمریکا در آلمان منتقل شده روز چهارشنبه برای لحظاتی در کنار اعضای خانوادهش در برابر خبرنگاران حاضر شد اما حرف زیادی نزد وی در عوض بیانیهی منتشر کرد که در آن آمده میخواهم همه بدانند که حالم خوب است و احساس خوشبختی میکنم جایی هستم که خوب از من مراقبت میشود آقای رضاییان گفت من بخش بزرگی از زندگیم را صرف نوشتن در باری آمریکا و ایران کردم و هرگز تصور نمی کردم و هیچ وقت نمی خواستم که خودم در متن خبرها باشم به ویژه در چنین دوره فوقلاده ای می خواهم در آینده دوباره مشغول نوشتن درباره ایران و آمریکا شوم اما برای مدتی چیزی نخواهم گفت امیدوارم همه نیاز من به حریم خصوصی را درک کنند چون می خواهم مدتی با خودم و خانوادم وقت بگذرانم آقای رضاییان در ماه ژوئیه 2014 بازداشت و پس از ماها حبس با اتهام جاسوسی محاکمه شد وی و خانوادهش همباره اتهام جاسوسی و سایر اتهامات ایران علیه او را رد کردند همزمان گروه کاری بازداشت های خودسرانی سازمان ملل متحد در بیانیه نتیجهگیری کرده است که ایران هیچ گونه توضیحی در مورد روال حقوقی که بازداشت و ادامه حبس آقای رضاییان بر اساس آن توجیه شده ارائه نداده است به گفتی این گروه دستگاه قضایی ایران هرگز اتهامات آقای رضاییان را به روشنی تشریح نکرد و نگفت که فعالیت‌های آقای رضاییان چطور معادل جرایمی بود که بر اساس آنها محاکمه شد روز چهارشنبه همچنین امیر حکمتی که او هم جزو آزاد شدگان است بیانیه ای منتشر کرد و این نوشت من اکنون بیشتر از حمایت های مردم عادی از سراسر جهان که طی چهار و نیم سال گذشته انجام شد آگاه شدم میخواستم از شما برای همه آنچه برای از یاد نرفتن من انجام دادید و برای همه مهربانی ها و حمایت هایی که در تیره ترین دوران زندگی من نصیب خانوادم گردید سپاسگزاری کنم آقای حکمتی در تابستان سال 2011 میلادی 1390 خورشیدی هنگامی که به گفته خانوادهش برای دیدار با مادر بزرگ خود به ایران سفر کرده بود بازداشت شد و بعدا به جاسوسی متهم گردید سعید آبدینی دیگر ایرانی آمریکایی آزاد شده هم همراه این دو به آلمان منتقل شد و قرار بود برای پیوستن به خانوادهش به شرق آمریکا بروند او با رسانه ها گفتگو نکرده است سعید آبدینی در سال 2012 به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی دستگیر و سپس به 8 سال حبس تعزیری محکوم شد وی که به شهروندی آمریکا در آمده ساکن آیداهو بوده است نصرت الله خسروی رودسری و متیو ترویتیک هم جزو آزاد شدگان بودند آقای رودسری که نامش در گذشته در خبرها مطرح نشده بود ظاهرا تصمیم به ماندن در ایران گرفته و متیو تروتیک به با آمریکا بازگشته آقای تروتیک برای بیش از یک ماه در ایران زندانی بود اما دلیل حبس بی هنوز معلوم نیست کمیسیون بریتانیایی تحقیق پیرامون مرگ الکساندر لیتویننکو روز پنجشنبه اول بهمن ماه اعلام کرد معموریت قتل این مأمور سابق امنیتی روسیه احتمالاً با تایید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام گرفته است آقای لیتوینینکو 43 ساله که از منتقدان حکومت ولادیمیر میرپوتین بود سال 2000 به بریتانیا پناهنده شد اما 6 سال بعد بر اثر مسمومیت ناشی از مواد رادیواکتیو پلوتونیوم 210 مسموم و کشته شد همزمان لندن بحث دخالت مسکو در قتل آقای لتوینینکو را میان کشید امریک روسیه آن را به شدت انکار کرد اما کمیسیون بریتانیایی تحقیق پیرامون این رخ داد که قاضی ارشد رابرت اوین ریاست آن را بر عهده دارد به نتیجه مخالف اظهارات مقامات روسیه رسیده است گزارش رویترز از نتایج تحقیقات این کمیسیون بیان می کند که آندری لوگوی مامور محافظ سابق KGB همراه با دمیتری کوتون عملیات قتل لیتفنینکو را با هدایت FSB دستگاه امنیت فدرال روسیه انجام دادند. بیانیه ای که قاضی رابرت اوین در این باره منتشر کرده است عنوان می کند با در نظر گرفتن تمام شواهد و مدارک موجود به این نتیجه رسیدم که اف اس بی عملیات قتل آقای لتوینینکو را احتمالاً با تایید آقای پاتروشوف رئیس سابق اف اس بی و همچنین رئیس جمهور پوتین انجام داده است قاضی اون در ادامه می من اقنا شدم که در مجموع دولت پوتین از جمله خود رئیس جمهور و اف اس بی برای اقدام علیه آقای لیتوینینکو حتی قتل او انگیزه داشتند. لیتوینینکو خود نیز زمانی که در بستر مرگ بود پوتین را مسئول این رخداد دانست و تاکید کرد که رئیس جمهور روسیه دستور قتل وی را صادر کرده است. مسکو اگرچه همواره این اتهام را رد کرده اما ماجرا به تیره شدن روابط دو کشور انجامیده تا جایی که تابستان سال 86 بریتانیا چهار دیپلمات روسی را از خاک خود اخراج کرد امر که واکنش متقابل مسکو را به دنبال داشت روسیه تا کنون از استرداد آندری لوگوی و دیمیتری کوتون به بریتانیا خودداری کرده است.